بنده متولد فروردین 1327 روز 28 28 فروردین 1327 در تهران به دنیا آمدم. منزل در قبل از اینکه به میدان خراسان برسیم، خیابانی که از میدان جاله سابق شهدا منطقه شهباز خیابانی بود به اسم خیابان جهانپناه. این جهانپناه یادم میاد که یک آدمی ارتشی به اسم سرهنگ جهانپناه اونجا زندگی میکرد و خیابان به نام اون بود. ما اونجا زندگی میکردیم. اینکه پا به وادی موسیقی گذاشتم، حالا به طور خلاصه قبل از اینکه بپردازم به اون ریزکاری ها، من همیشه میگم شنیدن ساز دو استاد بی بدیل موسیقی ایران، یکی مرتضی محجوبی در زمینه پیانو، یکی احمد عبادی در زمینه ستار، این دوتا ساز رو به ویژه خیلی خوب گوش میکردم از رادیو ایران وقت. من یادم میاد که بین یک تا یک و ربع بعد از ظهر یه برنامه تحت عنوان حالا موسیقی یا تکنوازان یه چیزی پخش میشد که دوران کودکی که میرسه به اون دوران ابتدایی که من میگذروندم، کلاس اول ابتدایی تا ششم، یعنی اون نظام آموزشی قدیم، به این دو ساز من توجه میکردم و گوش میکردم. هیچ وقتم سعی میکردم از دستش ندم و همونا دریچه ای شد که من بعدها پا به وادی موسیقی بگذارم. اینجا هیچ وقت یادم نمیره که در واقع سبب سازی پدر شد که من تونستم پا به وادی موسیقی بذارم. خیلی هم از این بابت سپاسگزارش هستم. و جالب این که من همیشه اینطور میگم، من هیچ وقت مستقیما از او نخواستم و به زبون نیاوردم که دلم میخواد دنبال موسیقی برم. همیشه هم برای من جالبه که در اون نگاه سنتی جامعه که پرهیز داده میشد از این که حالا یه بچه اونم به طور رسمی، من همیشه اینجوری میگم، پدر ما به جای اینکه حالا بره مثلا یه معلمی رو یه گوشه پیدا بکنه، به قول شما خب تو موسیقی رو علاقمندی، میتونی در کنار با این آشنا بشی، ولی خب دنبال درس خوندنت هم باشو، یه رشته خاصی رو برای خودت انتخاب بکن. نمیدونم، همیشه من ازش سپاسگزارم و نگاهش متفاوت از جامعه بوده. منم که ازش نخواستم. اون وقت علتش هم این بوده که ایشون یه همدوره یا هم مدرسه ای داشته که ایشون ویولون میزد. از او سوال میکنه که ما یه فرزندی داریم اینجوری حواسش نیست که یه خود پرته، دنبال یه چیزای دیگه است. میبینم که علاقه نشون میده به موسیقی و اینا، چه بکنیم؟ او خبر داشت یه محلی است به اسم هنرستان موسیقی ملی، گفت میتونی بچه رو برداری بریم اونجا. بعد ایشونم بعد دست ما رو گرفت و به قول معروف ول کرد تو لونه زنبور. یادمه خیلی تو خانواده ها اگر فرزندی داشتن، حالا یه دو تا پسر بود، نمیدونم پسری دختری فلان یرفا، تمام طرز تفکر پدر مادر این بود که آره پسر من باید یکیش بشه دکتر، یکیش بشه مهندس. بعدها فکر میکردم که خب پس یک خراط مثل که به درد نمیخوره، یا یک نقاش، یک حتی چه میدونم واکسی خوب، یک نقاش، کسی که نقاشی ساختمان میکنه، اینا مثل که به درد نمیخوره تو جامعه، فقط باید دکتر بشه و مهندس بشه. مادر منم موافق بود، چون خودش زمان بچگی شنیده بودم، هیچ وقت رو نمی کرد، مثل این که یه شرایطی داشتی که یه علاقه هم به تار داشته ایشون، و جالبه که در توی یه شرایطی مثل این که تاری هم دست می گیره، حالا ادامه نمیده،
اونم شاید شرایط جامعه وقت بوده، نمیدونم. من یادم وقتی اسم منو نوشتن هنرستان، دایی من یه شب میاد اونجا. خودشم آدم مهمی بود، حالا که قول معروف با شهردار وقت مثلا پالوده هم میخورده، خیلی هم متشخص و فلان. اومد از خواهرش که مادر من باشه، خب اسم فلانی رو نوشتیم. گفت بله نوشتیم. گفت خب کجا؟ گفت هنرستان موسیقی. بعد گوشاش تیز شد و گفت کجا؟ گفت هنرستان موسیقی. گفت خب که چطور بشه؟ مادر من جواب داد با موسیقی آشنا میشه دیگه. بعد در اومد گفت ای خواهر خوشت میاد، یه جایی میذاشتین که آخر عاقبت به خیر بشه. من بعدها تا قبل از سال 2000 تو امریکا این جمله دایی خودم رو به عنوان یه چیز منفی و اینکه این دید ناجور نسبت به هنر هست مطرح میکردم. یه جا آقای انبار دوزداریم افتاد، گفتم جامعه شناس بوده. دایی من بی ربط حرف نمیزده، اون میدونست که زیربنای جامعه سنتی است و حتی مذهبی است و نگاه چیزی ندارن. درست نمیگم نگاه خیلی بد، شاید به موسیقی بد هم بود، ولی اینکه خب به چه درد میخوره حالا یک کسی بره دنبال نقاشی؟ حالا برای چی بره دنبال فیلمسازی؟ معناش یعنی چی؟ تئاتر یعنی چی؟ موسیقی یعنی چی؟ این باید آدم حسابی بشه، حالا نمیدونم فلانی حرفا، یه دکتر بشه، یه مهندس بشه، نمیدونم. و اینم خاطره شد برام. شاید کلاس 4 ابتدایی بودم، 5 ابتدایی بودم که سرصداشو میشنیدیم که این جعبه جادویی تلویزیون قرار است بیاد به ایران. هنوز خبری نبود از این ماجراها و بامزه این بود که بعد آدم ها میگوتن چه نشستید که یه رادیوهایی اومده که گوینده ها توش پیدان. بنا به شرایط خانواده ما شاید اولین کسی بودیم که صاحب تلویزیون شدیم. حتما هم الان ایسکایش سر جاش هست، خیابون، یعنی ایسکای ثابت پاسال به نام او بود و خیابون گاندی اگر اشتباه نکنم. ساختمون تلویزیون اونجا بود که اصلا فیلم ها چیز اولیه بود و هیچم ترجمه نشده بود، غیر از چیزایی که نشون میدادن به زبان انگلیسی پخش میشد فیلم ها و اینا. تولیدی به اون معنا نبود که یواش یواش من یادم اولین بار ساز سنتور رو در تلویزیون دیدم، مرحوم حسین ملک میدید. من بعد از 6 ابتدایی کلاس، چون یک سالم زود به مدرسه رفته بودم، پدر دست ما رو گرفت و برد، ما قرار بود بریم توی سر از یک دبیرستان در بیاریم، ولی یک جایی رفتیم که بعدها من فهمیدم اینجا از هنرستان موسیقی ملی. نظامتش با آقای منصور گلزاری، ایشون ویولون میزد که ایشون سالها هم با مرحوم رولا خالقی کار میکرد و مدیریتش هم با آقای مهدی مفتاح بود. ما رو بردن اونجا و اصلا من نمیدونستم. پدر من اصلا با من صحبت میکرد که همونطور که اشاره کردم من اصلا درخواست نکردم که میخوام دنبال موسیقی برم. سال تحصیلی سال 1339-40 من وارد هنرستان موسیقی ملی شدم. من وقتی وارد اونجا شدم و وارد دفتری شدم، واقعا نمیدونستم که کجا پا گذاشتم، چون پدر اصلا صحبت نمیکرد و نمیگفت که هدف من چیست و داریم الان کجا میریم. و جالبه که قبلش هم یه 2 تا 3 تا دبیرستان رفتیم. حالا خوشبختانه شانس من اصلا جا نداشتن برای ثبت نام و سرنوشت رول دیگری بازی کرد. وقتی شون سوال کرد و مشخصات و طبیعتا باید ثبت نام میشد این حرفا، بعد منم که خیلی مأخوذ به هایه و سرم هم پایین بود و این حرفا، کم حرف میزدیم و اینا، ناظم هنرستان که عرض کردم آقای منصور گلزاری بود، یادش بخیر، روان شاد فکر میکنم در قید حیات نباشه، پرسید که خب این فرزند شما چی دوست داره؟ یه لحظه گوشای من تیز شد. من فکر کردم که ما کجا اومدیم؟ آیا واقعا اومدیم به یه رستوران سوال میکنن که چی دوست داره میخواد بخوره مثلا فلان؟ پدر گفتش که سنتور دوست داره. علتش همین بود که از تلویزیون وقت زنده پخش میشد مرحوم حسین ملک، ایشون تکنوازی میکرد، فیلمم نبود، پخش زنده بود، من به او هم دقت میکردم. قبلش در سنین کودکی
شامل، یعنی سه تا ساز رو من دیده بودم در این مراسم، میدونید، جشن و چیزی که پایکوبی بود و جشنای اون موقع. یکی کمونچه رو دیده بودم، تار رو دیده بودم، تنبک رو دیده بودم، حتی کلارینت رو دیده بودم، چون اینا نیاز به میکروفون نداشت اون موقع، میکروفون رو بلند گو این جور چیزا که نبود در مراسم عروسی، اینا رو دیده بودم. ولی ایشون گفت سنتور دوست داره، ساز من تخصصیم شد سنتور. اینم برام خیلی جالب بود، اون محیط شلوغ دبستان‌های اون موقع که حتی زنگ تفریش از فرط شلوغی و این حرفا نمیتونستیم بدویم، ولی وارد یک محیطی من شدم تو اون هنرستان که بعد دیدیم که دو نفر اون گوشه راه میره، دو نفر اونجا راه میره و درز مختلط بود. بله، دو دختر دارن اون بر راه میرن، نمیدونم جا. من تا 72 ساعت شاید آقای انبار گیج بودم، گفتم که اینجا کجا سیه ما رو آوردن، چون اصلا محیط رو نمیشناختم. بعد از 72 ساعتی خود توجیه شدم، بله اینجا هنرستان موسیقی است، هنرستان موسیقی ملیه، سازمان هم تخصصی شده سنتور. اون موقع به این ترتیب بود که از صبح تا ظهر دروس عمومی تدریس میشد و از بعد از ظهرش دروس تخصصی موسیقی که شامل تئوری موسیقی و آشنایی با وزن و صدا بود. بعد رفته رفته جدی میشد، دیگه دروس فنی مطرح میشد سالهای بعد و کلاس ساز هم بعد از ظهر تشکیل میشد. بر روی من این ساز رو یک سال زیر نظر مرحوم حسین ملک، همون شخصی که در تلویزیون دیده بودمش، و بعد از یک سال یه اتفاقی افتاد، نظامت هنرستان عوض شد، استاد حسین دهلوی مدیریت هنرستان رو پذیرفته بود. اون موقع هم بس که ما رو به حساب نمی آوردن، عوضی که هنرجویان جمع بکنن، معرفی کنن، آقا قدیمیه بیاد جدیدیه رو معرفی بکنه. من کلاس هشتم بودم، دوم هنرستان، دوم دبیرستان به اصطلاح. بعد یه فرد خیلی جدی در اومد اپل ما، خیلی طرفش رد شد، گفت آقایون اینجا وایین هستن، وقتتون تلف نکنید، برید انبار ساز بگیرید، ساز تمرین کنید. تا اون موقع ما زنگ تفریحمون به والیبال و میز پینگ پونگ و خیلی هم مدرسه تیتیش مامانی بود، این فرهنگونه رو به پا کرده بود و خیلی فرخا داشت. از اون به بعد همیشه میگم مثل اینکه یه کودتایی شد، یه آدم جدی اومد، هر چیزی بود جمع و جور کرد و بچه ها اصلا حق نداشتن توی حیات به عنوان زنگ تفریح راه برن، باید میرفتن انبار ساز میگرفتن. یعنی دغدغه این ماجرا بود که باید وقتتون رو تلف نکنید و برید ساز تمرین کنید. من یک سال با مرحوم حسین ملک، پنج سال هم استاد بعدی من که با ایشون من دیپلم گرفتم، آقای استاد محمد حیدری بودن، روانشون شاد که اخیراً خبر فوتشون رو شنیدم، تو امریکا بودن دیگه، اونجا فوت کردن. بسیار آدم جدی، بسیار آدم خوش تکنیک، و آنچه که تو این زمینه من دارم خب از ایشون دارم، و معلمین غربی اون دوره هم بد نیست یادی ازشون داشته باشم. تو زمینه ویولون ما آقای جورج مارتروسیان، راجمانوکیان، آقای روحی فر بزرگ، دو نفر بودن، دو تا برادر بودن که همه اینا نوازنده های خوب ارکستر سمفونیک بودن اون زمان که آقای روانشاد حشمت سنجری مسئول ارکستر بود، بعد فرهاد مشکات آمد، نمیدونم که یه مقدار من خودم تو زمین کوبه ای با آقای مشکات رو صحنه بودن، و حتی به عنوان سیال اشکر و گروه کر توی ارکستر اپرا هم بودم، من خوندم اونجا که مقدار میخواندیم. سرهنگ افشار بود تو زمینه کلارینت، من منشی زاده بود، اینا ارتشی بودن، منشی زاده بود در رشته فلوت، ویولا یادم میاد آقای ادیک هوسپیان بود، اینا همین نوازنده بسیار خوب ارکستر سمفونیک بودن که معلم اونجا بود. اونا رپرتوارهای خودشون داشتن، ما هم مثلا در زمینه سنتور حداقل خب ما شاگرد مکتب سبا بودیم. چهار جلد
دوازده مقام موسیقی رو ما از روی او بر روی کتابایشون کار میکردیم که دیری نپایید که سه سال اول دیگه نیمه های کلاس دهم بودیم این چهار تا کتاب تمام شد. بعد کتابی رو آوردن که مرحوم موسی خان معروفی وزارت فرهنگانه رو اون موقع سال 1342 چاپ کرد، تمام گردآوری ردیف موسیقی ایران توسط موسی معروفی که خیلی هم زحمت کشته بود اون رو آوردن که اینم یک سال خورده ای طول کشید تموم شد. بعد رفته رفته دستنویسای، البته نه اینکه خودش نوشته باشه، ردیفای میرزا عبدالله رو آوردن با ما کار کردن، یعنی زمینهای مختلف تا ما به پای دیپلم رسیدیم دیگه اینا کار شده بود، تمام این رپرتوار کار شده بود. حتی یادم یکی از کسانی که اونجا درس میداد روانشناس آقای محمود کریمی ردیفتان و معلم آواز به نوعی، یکی از رشته های ما این بود که باید ایشون میخوان ما با جواب آواز میدادیم در جوری وقت. و جالبه که بچه ها باید میشستن جلوی 18 نفر 19 نفر جوری، تمام معلمین غربی و معلمین ایرانی اینا جدا نبودن از هم، اینا باید همه میشستن و یه شخصی که میخواست دیپلم بگیره مثل پایان نامه گذروندن تزش باید میرفت اونجا. من یادمه فقط من دو ساعت و نیم توی این جوری بودم، هر کس هر سوالی دلش خواست کرد و باید پاسخ میدادیم تا یه دیپلم فکستنی با آدم بودم. خاطرات زیاده، یه چیزی که الان آدم با دیدی که پیدا میکنه، شناخت بیشتری نسبت به جامعه پیدا میکنه، خاطرات یه رنگ دیگری میگیرن، از اون حالت اون دوران نوجوانی دیگه میاد بیرون. بعضی خاطرات خنده دار بودن ولی وقتی که آدم کمی بزرگتر میشه میبینه که پشتش یک فلسفه‌ای بوده. حتی اگر آدم توبیخ می شده، یکی از توبیخ ها رو میگم برام جالبه. به اصطلاح ما شاگرد خیلی خوب هنرستان بودیم، شاگرد خیلی خوب آقای استاد محمد حیدری بودیم، من با آقای اسماعیل واسقی هم دوره ای من. ما هفته دو جلسه روز کلاس سازمون بود، مثلا یا شنبه سه شنبه یا دو شنبه پنج شنبه یا یک شنبه چهار شنبه سازی رو قطعی رو باید میگرفتیم، یک شنبه چهارشنبه با تحویل میدادیم. اتفاق افتاد که یک روز هم من درس بلد نبودم، هم رفیقم آقای اسماعیل واسقی که هر دو شاگردای آقای محمد حیدری بودیم. بعد من پیش خودم فکر کردم که خب تا سر آقای حیدری گرم بشه، به این سه چهار نفر و چند تا دوست و دختر دیگه بودن، اون خانم مریم جوادی و یک دو نفر دیگه، فرید و تصویری و خانم سوسن اصلانی همسر آقای دهلوی، اینا هم سنتور میزدن. بودن خود تا سر ایشون گرم شد ما هم یه جوری در رفتیم از کلاس، و چون خیلی قضیه جدی بود و این آقای محمد حیدری هم یک پا ارتشی بود و خیلی بسیار جدی، اصلا نمیشد با شوخی کرد. وقتی فهمید دیدیم نه خیر، دیدیم هم دوره ای ما هم همزمان اونم درس بلد نیست، دانه چه برملا رفت، داستان لو رفت. ایشون یک جلسه رو نبخشید، خاطره خیلی قشنگیه برای من. اون موقع شاید من دلخور شدم از معلم خودم، بلند شد رفت دفتر مدیریت که این خود مدیریت هم آقای استاد حسین دهلوی رو جسته گریخته میشناسید دورا دور، بسیار آدم جدی بود، نفس نمیذاش بکشن بچه ها و وقتی تلف بکنن و همه چیز سر جای خودش بود، یه نظم و ترتیبی اون موقع بود. گفتم گذشت نکرد، رفت آقا یک پنبه همه ما رو زد گذاشت که اصلا اینا کار نمی کنن، آدم های جدی نیستن، مسخره کردن خودشون و فلانی حرفا. این یک دفعه رو نبخشید. مدیر وقت هم ما رو صدا کرد و یه توبیخ و داد و فلان، چون مسخره کردن خودشون رو، بی استعدادا این چه وضعیشه فلان. خب اون موقع خیلی به من برخورد ولی بعدها گفتم چه کار قشنگی کرده بود. این که خاطرات رنگ میبازن، یه جوری دیگه میشن، یه معانی دیگه پیدا میکنن. یه روزی باز توبیخ شدیم از طرف آقای مصطفی پورتورا
که رئیس وقت بود. بعدها میبینم اینا چقدر دلسوز بودن. من اینجوری نگاه میکنم برای اینکه بازش کنم قضیه رو. همه ما از بعد تولد زیر سایه دو معلم پرورش پیدا میکنیم میایم بالا. من میگم معلم پنهان جامعه، معلم آشکار جامعه. معلم پنهان تو بعد به تولد پدر مادرن، ما از اونا نگاه میکنیم، اینا پیش نقشن، الگوان، حرف زدنشون، لباس پوشیدنشون، نمیدونم رفتاراشون، نصیحتاشون. یه بخش دیگه معلم پنهان، یه بخش دیگه هم داره و اون چهره چهره جامعه است. شما تو جامعه نگاه میکنیم، میای یاد میگیری فلانی را رفتنش، رانندگی کردنش، نمیدونم با 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 خیلی چیزایی دیگه. معلم آشکار ما از اون زمانی است که رسما میریم سر کلاس درس، اونم شن معلم آشکار به نظر من. او دیگه آموزش مستقیم میده و و و و و تا میاد برسه مراحل دانشگاهی و بعد از اون. تا اونجا که من یادم میاد تمامی از مدیر وقت هنرستان بگیریم و استادامون همه یک نگاه دیگری داشتن، یک دغدغه دیگری داشتن برای تربیت ما. اینا به نظر من در تشییع جنازه آقای مصطفی پورتراب اونجا بودم که خیلی هم به نظر من حقیر و کوچک برگزار شد. اونجا منو دیدن و فرستادن بالا که یه صحبتی بکنم در مورد آقای مصطفی پورتراب. من اتفاقا همین اشاره رو کردم، گفتم دغدغه این آدم همین بس که بیاد رول معلم آشکارو که داره، رول معلم پنهانم اینها برای هنرجویانشون بازی میکردن. ایشان سه خونهشو عوض کرده بود که به هنرستان اشراف داشته باشه پنجرش و مواظب باشه که بچه ها چه میکنن، کجا میرن، وقت تلف میکنن، نمیکنن، ساز به موقع تمرین میکنن، نمیکنن، و همه جوره مواظب به ماها بوده. به آقای دهلوی نگاه میکنم که او نگاه میکرد که ببینه خانواده وضعیت معیشتی چطوره، باریک میشد به این داستان. آیا تهرانی نوعی که داره میره توی خونه وضعیت خونه بهش اجازه میده که ساز تمرین بکنه؟ شاید اونها یه اتاق دو تا اتاق بیشتر نداشته باشن، پس نمیتونه ساز تمرین بکنه، مزاحم درس خوندن خواهر برادرش میشه. ایشون میمد اجازه میداد، میگفت که اینا حق دارن بمونن تا 9 شب تو هنرستان. و یه شخصی بود به اسم علی، خدایا فامیلش هم یاد رفتم، ایشون بودیم مشتلی، ایشون خب آبدارچی هنرستان بود و شب هم اونجا یک سویتی داشت که میخوابید. به اون میگوتش که این و این و این و این و این آدم ها که همون یاران بنده بودن، اینا اجازه دارن بمونن تو هنرستان تا ساعت 9 شب 8 شب که ساز کار کنن، چون نمیتونن تو خونه کار کنن. هدفش کمک رساندن بود، یعنی مثل هزینه تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی. حالا از کجا جور میکرد، از چه بودجه جور میکرد، من نمیدونم. این است که خاطرات اینجوری زیاده، تا اونجا که بعد ببینم دغدغه به اونجاییست که معلم هنرستان که 2 ساعت کاری وزارت فرهنگ هنر و مسائل آموزشی براش لحاظ کرده، 2 ساعت بعد بره این تعداد شاگرد درس بده، بعدم بره بیرون. ساعت 1 بیاد سر کلاس، 7 شب بره بیرون، 6 عصر بره بیرون. جایزه اسکار بهش نمیدادن، ولی این دلش میسوخ و میخواست بشینه آنچه که داره بذاره در طبقه اخلاص و انتقال بده به هنرجوش. و هر روی اینا اینطوری زحمت میکشتن، در نتیجه این نگاهش هم خوشبختانه به ما دادن. خود منم نگاه میکنم جسته گرفته همونا رو کردم الگو پیش نقشه، تا اونجا که از دست آدم برمیاد. اولین تجربه های آهنگسازی در همین دوره و در پایان دیپلم صورت گرفت که اونم به همت استاد حسین دهلوی بود و همونم باعث شد، زمینه بر من شد که من بعد از دیپلم رشته رو که انتخاب کردم رشته آهنگسازی بود. سال تحصیلی 45-46 دیگه تمام شد و من وارد دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا شدم. اون موقع هنرستان در شرف این بود تکوین پیدا بکنه، یه شکلی بگیره که هنرکده رو، یعنی دانشکده رو اونجا را بندازن که بچه ها همونجا که دیپلم میگیرن همونجا هم شروع کنن به ماندن و ادامه راه بدن و لیسانس بگیرن، لیسانس موسیقی همونجا بگیرن
و هی ما کلاس پنجم ششم هی روز شماری می‌کردیم و خدا خدا می‌کردیم که این اتفاق بیفته و ما پامون از اینجا بیرون نگذاریم. و بالاخره این اتفاق تو زمان ما شکل نگرفت، یه سال دو سال بعد شکل گرفت و من وارد دانشگاه تهران دانشکده هنر زیبا شدم. در دانشگاه تهران طبیعتاً باید انتخاب رشته می‌کردیم که من اونجا رشته آهنگسازی رو انتخاب کردم. در اونجا هم طبیعتاً یک سری حالا همون دروس علمی مثل هارمونی و دیگه فرم و آنالایز، آنالایز موسیقی، اینا هم طبیعتاً بود، تاریخ موسیقی به یک شکلی، ولی چون با ساز سنتور در واقع میشناختن، دیپلم ما دیپلم سنتور محسوب میشد، استاد وقت آقای نورعلی خان برومند، او اونجا میامد همراه با دکتر صفت، داریوش صفت میامدن و سیستم همون قدیم سینه به سینه به اصطلاح ردیف میرزا عبدالله، ردیف قدیمی رو با بچه ها کار میکردن. ایشون با ساز تار میزد، بچه ها باید میشستن با سازاشون همینجور میزدن یاد میگرفتن، بعد میرفتن منزل انقدر تکرار میکردن که تو ذهنشون بنشینه. و این نبود که نوت بذارن هرون نوت، ایشون خواست همون روش قدیمی سینه به سینه رو با بچه ها کار بکنه. گوشی توی رشته آهنگسازی من شاگرد دو نفرم، یکی پروفسور کریستیان دیوید، در اون موقع مثل این که تلویزیون ازش خواهش کرده بود بیاد اونجا که ارکستر مجلسی تلویزیون ملی ایران رو عهده‌دار بشه، حتی با ارکستر سمفونیک هم یک دو تا قطعه رو روی صحنه بود، مثلا اپرای آتوسا که استاد حسین دلوی زیر نظر پروفسور کریستیان دیوید نوشته بود، این رفت رو صحنه. ایشون معلم آهنگسازی ما بود. در یه دوره یک سال نیم آخرم برای آشنایی با موسیقی دوت کافونیک، موسیقی مدرن، معلم آهنگسازی من آقای علیرضا مشایخی بود تو زمینه آهنگسازی. کارنامه کاری این دوره از که پایان کار من پس از 4 سال اسفند 1350 بود که من لیسانس آهنگسازی گرفتم. کارنامه این دوره تصنیف چند اثر رو نوشتم، قطعاتی کوتاه و بلند در قالب فرم‌های ایرانی و غربی. من همیشون گفتن که خب شما رشتتون سنتون، گفتم والا ما این قورباغه زوج هموطنی ما تو آب شنا میکردیم، توی خشکی هم راه میرفتیم. این از که برای سازهای ایرانی بود، هم نوازی و برای ارکستر ملی، ارکستر بزرگ، ارکستر ملی که در واقع همین ارکستر التقاطی تلفیقی که داریم، که یه بخش سازای غربیه، یه بخش سازای ایرانیه. بعدم ارکستر سمفونیک، قطعاتی برای ارکستر سمفونیک من نوشتم، قطعات تجربی بود برای آلات کوبه‌ای. چون من تنبک رو زده بودم خیلی دوست داشتم، وارد دانشگاه شدیم من یه قطعه نوشتم برای 4 تنبک به شیوه، یعنی کوارتت در واقع، دو ساز دایره زنگی و قاشقک، اسم قطعه‌ام گذاشتم ترکیب. این چند قسمت بود، یه سویت چند قسمتی بود برای آلات کوبه‌ای. و بعدن هم یه قطعه نوشتم برای یک کوینتت بادی و کوبه‌ای، بادی چوبی و این صحبت ها. و چیزی که برای تز آهنگسازی من قبل از اسفند 1350 ارائه دادم قطعه بود، سه موومان، سه قسمت برای ارکستر زهی به شیوه موسیقی قرن بیستون، موسیقی 12 تونی، موسیقی دوت کافونیک به عبارتی. دل به دریا بزن یار با من به ما، قید دنیا بزن یار با من به ما، مهرم در به در غرت مشکلم از عشقت سر سرشته یارا آب و گلم.